از چه کسانی به عنوان پزشک و کادر درمانی در زندان‌های ایران استفاده میشه که به نظر میاد وفاداریشون به نهادهای امنیتی نسبت به سوگندنامه بقراط واقعا ارجح‌تره براشون؟ بله، خب در ارتباط با پزشکان هم اون آموزش کافی رو اولا ندارن، یعنی یک پزشک عمومی معمولا هست و در خیلی از موارد وقتی که نیاز داره یک زندانی به پزشک متخصص، دسترسی به پزشک متخصص نداره. پزشکی که پزشکان عمومی که اونجا هستن همونجوری که شما می‌فرمایید در خیلی از موارد اون تعهدات رو به زندانبانان خیلی بیشتر دارن تا زندانیان، کسانی که بیمارش هستن و در خیلی از موارد شاهد حداقل بدرفتاری اونها بودن زندانیان، و خب میتواند علاوه بر بدرفتاری اولا در شکنجه کمک کرده باشن برخلاف سوگند بقراط خودشون. همونجور که در میان مردم افراد متفاوت هستند، در میان پزشکان هم خب افراد متفاوتی هستند. خب ما شاهد بودیم در ژاپن، در آلمان هیتلری که خب پزشکانی بودن که در واقع همکاری کامل میکردن با نظام‌های استبدادی موجود، در حال حاضر هم چنین هست. البته خب در مجموع کمتر هستن، یعنی پزشکان این گونه پزشکان، ولی که هم طبیعی که اون تعداد معدودی که باشن رو نظام به خدمت میگیره و از اونا استفاده میکنه و میشه گفت در مواردی ممکنه اونها در واقع خودشون دست به چنین اقدامی بزنن. در زمان شما فردی بوده به نام پزشک احمدی که در حالا پزشکم در پزشکی او هم شک هست که چنین اقداماتی، آمپول هوا مثلا تزریق میکرده به زندانیان. بنابراین ما در تاریخ خودمون داریم، در واقع جهان هم میبینیم که بعضی از پزشکان به هیچ وجه به سوگندی که باید خوردن در واقع وفادار نبودند و نیستند.